سلام عزیزان حالتون چطوره امیدوارم که همگی خوب باشید در ادامه ویدیوهایی که برای موضوع بندی داریم امروز میخوایم راجع به خرید کردن صحبت کنیم بریم ببینیم که به چه جمله هایی ممکنه نیاز داشته باشیم و چه جمله هایی رو ممکنه بشنویم خونم نوشته که I'm going shopping because I need to buy some clothes من میخوام برم خرید کنم چون یه مقداری پوشاک لازم دارم دقت کنید نگفتم لباس گفتم پوشاک کلوت مجموعا میشه پوشاک شامل کیف و کفش یا انواع لباس ها همه با هم مجموعا میشه پوشاک نکته گرامری که اینجا خیلی مهمه و میخوام که توی سپیکینگتو تو کنید این هست که وقتی میگه I'm going shopping بین going و shopping هیچ چیزی نیست و اون چیزی که نیست در واقع توه که خیلیاتون اینجور مواقع استفاده میکنید I'm going shopping من دارم میرم خرید because I need to buy some clothes نکته بعدی که میخوام بهش دقت کنید اینه که need و buy هر دو فعل هستن وقتی که این دو تا فعل پشت سر هم میان ما بینشون یه دونه تو داریم okay? جمله بعدیو میخونم گفته که If this shirt doesn't fit may I bring it back later? یه بار دیگه If this shirt doesn't fit, may I bring it back later? اگه این لباس اندازم نشد میشه بعدا برش گردونم اگه این لباس اندازم نشد ببینید doesn't fit اگه اندازه نشد okay. May I bring it back? Bring back. پس آوردن. میشه بعدا پسش بیارم؟ خب دیگه چی داریم؟ یک سوالی که ممکنه بشنوید یعنی از شما پرسیده بشه در هنگام خرید اینه که What size shoes do you wear؟ این تو خرید کفش بچه What size shoes do you wear؟ چه سایز کفشی میپوشی؟ کفشایی که میپوشی چه سایزه؟ و پاسخ پاسخ کنه یک جمله دیگه است در واقع That suit looks very good on you اینم باز ممکنه از یک فروشنده بشنوید که بهتون میگه که چقدر بهت میاد ببینید That suit looks very good on you سوت معمولا کت شلوار رو میگن ولی اگر که خانم ها کت رسمی سر کار هم بپوشن اون رو هم میگیم سوت پس جملمون میگه That suit looks good on you این سوت یعنی اینی که پوشیده خیلی بهت میاد دقت کنید آن یو حرفش حرف اضافهش آن هست خیلی بهت میاد looks good on you خیلی بهت میاد بعدی I'd like to try on this sweater دقت کنید try on یعنی پروف کردن I'd like I would like یعنی مایلم دلم میخواد تمایل دارم I'd like to try on this sweater. مایل هستم که این ژاکت رو پروف کنم، امتحان کنم. حالا اگر که فرض کنید چیزی رو پروف کردی و براتون خیلی کوچیکه یا خیلی بزرگه. It's too small یا it's too big. در واقع میخواد بگه که it's the wrong size. سایزش مناسب نیست. It's the wrong size. سایزش مناسب نیست. دقت کنید بچه ها وقتی که تو میاریم تو او قبل از یه صفت وقتی میاد به معنی اینه که بیش از حد مطلوب بیش از حد مورد نیاز حالا یا بزرگه یا کوچیکه یا هرچی ولی از حد مطلوبی که ما میخوایم بیشتره خب این جمله هایی بود که شما ممکنه توی یک فروشگاه موقع خرید بهش نیاز داشته باشید حالا یا نیاز باشه که بگید یا ممکنه بشنوید امیدوارم که براتون مفید بوده باشه